بارد سلام خدمت دوستان عزیز با ادامه دوره انزایم در خدمتون هستم دوستان از دوره تست نویسی با انزایم خب بریم سراغ بچه تستامون اولین تستی که داریم بچه ها قرار چک بکنیم که آیا ما توی صفحه اصلا رندر شده درست یا نه این کامپوننتمون خوب درست رندر شده یا نه بچه ما داخل فایل یه فایلی داریم به نام app.js من اینو کامل پاک میکنم محتویت شو تو لازم نداریم این لوگو رو پاک میکنم خب این هست میخوام ببینم آیا این دیوه توی صفحه رندر شده یا نه حالا سوالی که پیش میاد اینه که بچه ها من دیوه رو چجوری سلکت بکنم تو تست بچه ها وقتی داریم تست می نویسه خاطرتون باشه یه جای بعد اون علمانی که میخوام ببینم هست یا نه و سلک کنم دیگه بذار من اول تست رو بنویسم بعد بریم سراغ اون چیزی که بعد باید برای تل... سلکت کردم بنویسم خب میام اینجا اول یه wrapper درست میکنم خب مساویس با شلو اپ همون بهش میدم اون کامپوننتی که میخوام چیز بشه میدم بهش خب بعد میگم که کانست const... یه اسم میذارم نام اپ مثلا کامپوننت مصوریس با ورپر میگن فایند برو پیدا کن داخل این چیزی که رندر کردی اپلیکیشنی که رندر اپی که رندر کردی برو یه چیزی برنامه پیدا کن چی پیدا کن؟ حالا اینجا ساله بچه من این رو چجوری سلکتش بکنم بریم داخل داکیومنت انزایم تو قسمت شلو یه چیزی داشتیم بچه قبلا بازش استفاده کرده بودیم به نام فایند رادش کردم فایند 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 بچه یه سیست ای اشتباه زم دوه فایند بچه یه سیست سیلکتور داشت سیست سیلکتور بود یایتونه میتونید مثلا بر مبنی کلاس سلکت بکنید بر مبنی خود المان سلکت بکنید برامل آیدی سلکت بکنید یه چیز دیگه هم داره به اساس اتریبیوت میشه سلکت کرد بذارت پیداش کنم اینجا نگفت اصلا خسته نباشن اصل مطلب رو نگفتن تو داکیومنت خودشون چیکار کنیم واسه من نشونتون بدم روش نیست بذارت ببینم بعدیش چی شد باز این چیزی رو عوض کردم به ما نگفتم بدون همانگی با ما میدونم عوض میکنن نه اشکال نداره من می شما رو من ببینید دیگه چجوریه میخوام بر مبنای اتریبیوت چیز بکنم بچه ها بکنم چرا؟ میتونم بر مبنای بچه ها همین کلاس سلک بکنم این دیوامو خیلی راحت میتونم این کار انجام دیدیم توی پور... آه... ویدیو قبلی میام چیکار میکنم میام یه اتریبیوت خودم اینجا اضافه میکنم یه اتریبیوت اضافه میکنم بعد در ممنای اون اتریبیوت سلکت میکنم اتریبیوت که میخوام اینجا اضافه کنم اسمش از دیتا تست نمیدونم دوستان با اتریبیوت های دیتا آشنایی دارن یا نه خیلی هم پرکار برده فعلا یه مقدار خالی میذارم چرا این اتریبیوت رو اضافه میکنم بچه‌ها؟ میخوام وقتی یکی این کد من رو دید بفهمه که این اتریبیوت دیتا تست فقط صرفا جهت تست نویسی بوده و اینه از HTML و CSS هیچ کارای دیگه ای ندارد میام اینجا میگم برو بر من پیدا کن المانی که اتریبیوت دیتا تست رو داره المانی که اتریبیوت دیتا تست رو داره و این اتریبیوت مساویس با چی بچه ها؟ مثلا یه چیز خودتون بدید کامپوننت اپ میگم برو بر من پیدا کن علمانی که اتریبیوت در دیتا تست رو داره و مقدار اتریبیوتش برابر است با کامپوننت اپ میگم برو این پیدا کن حالا که پیدا کردی من انتظار دارم اکسپکت انتظار دارم اپ کامپوننت دات لینک برابر باشه با چی؟ یک بچه تو پر ویدیو قبل فکر کنم یه مدل دیگه اینو نوشتیم یا نه اینجا نبود من چون الان دو تا دوره تست نویسی آماده میکنم به تو قاطی میکنم چی رو کجا گفتم نمیدونم اشکال نداره بهش گفتم این اپ کامپوننت من که گفتم برو اینو پیدا کن دیگه حداقل یه دونه پیدا کنی دیگه این میره یه دونه رو چک میکنه بریم بچه تستمون الان چک کنیم من الان بچه نیا کنید اینجا دیت اتریبیوت هم توش خالی گذاشتم پس تستمون بعد فیل شده باشه ببینیم فیل شده به طرز عجیبی پات شده مگه میشه بیا یه بار دیگه تست بگیره اینجا هم باید فعل بشه دیگه اون اولیه فیل شد میبینید بچه ها این رندر ویت شد چرا میگه من انتظار دارم یه دونه باشه ولی ریسیو هم سفته هیچی ریسیو نکردم خب بریم اینو من اصلاح کنم کامپوننت اپ ببینیم این تستمو بچه اوکی میشه پاس اوکی به همین سادیک خیلی خوب بچه بریم سراغ بقیه تستا میام اینجا برای بقیه تستا بچه یک کپی پیس میکنم فعلا برای دکمه باتن که باید تو صفحه باشه برای دیسپلی هم بعد اینو میذارم اون آخری بمونه فعلا استارت از زیرو یه مقدار کار داره خب بعدا بچه حالا بریم جلوتر بهتون میگم حالات قبلا گفتم که میام چیکار میکنیم میام یه سری کد تکراری رو بیرون مینویسیم حالا اونو فعلا کاری نداره خب اینجا این قسمتش که ثابته اینو میکنم باتن we find data? دیتا اینا میسم این باتن میکنم اسمشو این کریمت باتن اینم که میشه باتن خب این هم از. اینجا میخوام چی رو پیدا کنه کانتر دیسپلی میخوام ببینیم تو صفحه هست یا نه پس میرسم کانتر دیسپلی کپی میکنم اینجا پیست میکنم این هم میکنم کانتر دیسپلی خب اینم اوکی شد درسته خب بریم سراغ این که بچه ها خود اپمون رو بنویسیم چون تست فکر کنم فیل میشه دیگه درسته بچه ها فیل میشه دو تا فیل شد درست این دو تا که نوشتم فیل شده چون هنوز توی خود اپ هم نرفتم و کانتر مانتر اضافه کنم بریم اونم اضافه بکنیم که تستمون پاس بشه بچه ها خب بیم اینجا اینجا یه اچوان میذارم یه دیتا تست براش در نظر دیتا تست مساویه اسمش چی بودین؟ کانتر دیسپلی د کانتر از کانتری فعلا مقدار اولیهش رو کاری نداریم بچه ها اونو فعلا بعد هم درست میکنیم خب یک از تستام بعد هم درست شده باشه درست یک از تستام درست شده یه تستام بوده باطن من بذارم تمامه باتن دیتا تست مساویس با چه بود اسمش؟ اینکریمنت اینکریمنت باطن اینکریمنت کانتر خب الان یکی تست من باید پاس بشه بله پاس شد خیلی هم عالی بسیار عالی بچه فکم که فیاد میکنه برای این جلسه بریم بیایم ادامهش بشه جلسه بعدی بهتون میگم فعلا خدافزه